درباره روابط پیدا و پنهان سنی های تونرای طالبان با ایالات متحده آمریکا تحلیل ها و نظرات مختلفی وجود دارد اما آنچه که قابل اثبات است این است که روابط این دو با هم دارای فراز و فرودهای زیادی است اکنون نزدیک به شش ماه از به قدرت رسیدن دوباره طالبان با حمایت و کمک های پشت پرده آمریکا در افغانستان می گذارد. اما گویا روابط میان طرفین در حال تیرگی است لذا هر از چندگاهی شاهد موضوعگیری یکی از مقام های سنی های طالبان علیه ایالات متحده هستیم همکارم علی اکبری گزارش می دهد سنی های تندرو طالبان تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر مصادره بخشی از دارایی بانک مرکزی افغانستان را تحریک کننده خوانده و درباره آن به واشنگتن هشدار دادند. در اطلاعیه طالبان که از سوی زبیه الله مجاهد سخنگوی این سنی های تند رو منتشر شد آمده اگر آمریکا از موضع خود منصرف نشود و به کارهای تحریک کننده ادامه دهد طالبان هم ناگزیر می شود رویه خود در مورد آن کشور را بازنگری کنند. آمریکا اخیرا سه میلیارد از مجموع هفت میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در آن کشور نگهداری میشد و پس از تسلط طالبان مسدود کرده بود را به عنوان قرامت برای قربانیان حادثه 11 سپتامبر اختصاص داده است. همچنین طبق این تصمیم آمریکا نیمی دیگر از ذخایر بانک مرکزی به عنوان کمک به مردم افغانستان به یک صندوق امانی انتقال داده می شود. طالبان گفته دولت جو بایدن ابتدا دارایی افغانستان را برخلاف همه قوانین جهانی مسدود کرد و اکنون میخواهد خودسرانه آن را تصرف کند طالبان مصادره دارایی افغانستان را عمل غیر موجه و تجاوز بر حقوق مردم افغانستان خوانده است در ادامه اطلاعی طالبان آمده حادثه 11 سپتامبر هیچ ربطی به افغانستانی ها ندارد با تصرف دارایی مردم افغانستان با بهانه گرفتن این رویداد تجاوز و ظلم آشکار است. طالبان همچنین تصمیم اخیر بایدن را در مخالفت علنی با توافق نامه امضا شده با این گروه خوانده است. وزیر خارجه چین هم در واکنش به مصادره دارایی بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا گفت ثروتمندترین ترین کشور جهان به طور آشکار ثروت فقیرترین ترین افراد را قارت می کند